به شوالیت رفتیم، قمندان رفتیم، اهمیت رفتیم. عرضه کردم، عذر زاره کردم، من رقم پنج اولاد است، روزگارم سخت است، من یک زن هستم. کار کرده نمیتونم، کارم نیست که کار بکنم. معصومه زنی آواره است. او در پی حوادث و جنگ ها از خانهش بیجا شد. حالا در یک مخروبه در شهر میمنه، مرکز ولایت فاریاب زندگی می کند. می گوید روز هاست گرسنگی می کشد و نان برای خوردن ندارد. شرایط من زیاد سخته. یک نم سال می شه که شوهرم مرض هستن. کار بار زندگی ندارم. اولاد من بیکار است، خود من بیکار است. می زندگی کار بارم پیدا کرده نتانستیم. خانه ما کرایه است، دو سال شده کرایه خانه را داده نتانستیم. پول برق داده نتانستیم. یک دریزم نداریم، آرد نداریم، اولادایم گشنه است. زیاد وضعیت زندگیم سخت است. معصومه سرپرست خانوادگی هفت نفری است. همسرش پس از آنکه پارچه هاون جنگی به سرش اصابت کرد، بیمار است و هزینه درمان را ندارد. پسر بزرگ او کروچیوان است که اکثراً دست خالی به خانه برمیگردد. اما روز که پنجار به اولادم کار کنه که اما نان میاره. نباشه که اما نانم نیست برادر. غلطه که اما میکنه، اما جباربر میکنه، جبالگر میکنه. مرد کار از درز کار پیدا کنه که کار میکنه. کار پیدا نکنه دین روزم کار پیدا نکد، بر روزم کار پیدا نکد. بچه این خوش که خال آمد. غلام سخی یکی دیگر از آوارگان داخلی است. او سرپرست یک خانواده ده نفری است. فقر و سرمای زمستان کمر او را خم کرده است. می گوید از روزی که طالبان آمدند، هیچ کمک به آنان نشده است. والا خلال نمیم رو مام چوب سخت به خدا گذاشته باشم. اونو آرد خوردنی مامه اونم یک سیر آرد مانده کنی به جامنه الله اکبر. ده روزا چه کار بار میده؟ هیچ اینا تو بیکار شده است. کار مار نیست روزا. کار نباشه، غرب نباشه، چی میشه؟ پلکم برین کس بالا نکنه. مشکلات هست دیگه نمید. روزی امارات هم بودم یک پوگوشم بس. هیچ دفتر تو بالا نگرفته است. چند پیره بالایا درزه کردیم کس سود. تسلیم هم نگرف. نماندم رفتن. تو شده من. این دو خانواده در جنگ‌های سال‌های گذشته آواره شدند، اما تا کنون به دلایل فقر، بیکاری و بی‌خانمانی نتوانستند به روستاهایشان بازگردند. زمستان سرد امسال وضعیت این آوارگان را بدتر کرده است. آنان جزو هزاران خانواده‌اند که تا کنون هیچ کمکی از سوی نهادهای بین‌المللی برای زنده ماندن دریافت نکردند.